رازها و نیازها بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. آقای دکتر من یه خورده اول اینکه خیلی تمرکزم اصلا نمیتونم زیاد تمرکز کنم روی چیزی، وقتی تمرکز میکنم بیشتر باز خیالاتی میشم، زیاد تو خیالم یا یه چیزی رو میبینم تصور میکنم که چیکار باید بکنم و حالا اون کارم که نمیکنم به کنار. یه طرف، یکی اینکه راجع به زندگیم یه توی یه چیزی هستم که یعنی همش میگم این کارو میکنم، بعد میگم نه این کارو نکن، فعلا ادامه بده زندگی تو، ادامه بده تا آینده چی میشه. و اینکه اول من از تو کودکیم خیلی خیلی مشکل داشتم، خیلی خیلی مشکل داشتم، از زمانی که اگه نیاز هست حالا شما میخوای سوال کنید بذارید برسیم سراغ الان. به من بگید شما چند سالتونه؟ من الان 30 سالمه. اوکی، از نظر درس و کار چه کردی؟ درس که تا دیپلممو نگرفتم، زیر یعنی دوره دبیرستانمو تمام نکردم. و چه میکنید عزیز؟ الان توی مشغول کار توی رستوران کار میکنم. اوکی، حالا شما به من بگید که دلتون میخواد راجع به چه قسمتی با هم صحبت کنیم، چون دو تا نکته ای که اول گفتید، حالا کودکی به کنار چون اونقدر شاید الان ضرورتی نداشته باشه. این که شما من بفرمایید من توجه و تمرکز ندارم، وقتی هم که توجه کنم حواسم به موضوعهای دیگه میره، خب نشون میده توجه و تمرکز نداری، چون شرط این که من توجه و تمرکز داشته باشم این که سر یه موضوعی که اصلا بمونه. بنابراین این که شما رو کوشش بکنید توجه و تمرکز داشته باشید یا نداشته باشید موضوع نیست، مهم اینه که توجه و تمرکز ندارید. و همونطور که میدونید دو تا دلیل اصلی داره، یا یه آسیب سیستم عصبی است که من به دلایلی آسیب خوردم، در نتیجه اون توجه و تمرکز در مغز من نیست، یعنی مغز من آسیب خورد. دلایلش هم میدونیم، ارثیه، تولد بده، تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز بوده، گوشتردهای عفونی، ضربه مغزیه، اینا بیش از 98-99% علت کمبود توجه و تمرکز رو به وجود میاره. یکی هم که نه، من به خاطر استرابم، افسردگیم یا احساسات بد و منفی دیگری است که ذهن من به هم میریزه. بنابراین این یه مورد. اما مورد دوم در خصوص اینکه یه کاری رو فکر میکنم انجام بدم بعد انجام نمیدم یا هر چیزی از این قبیل، باید بهش رسید عزیز. برای اینکه کارها با خودشون دو چیز رو دارن. یکی درد و رنج دارن معمولا، یکی لذت و پاداش. بنابراین اگر به من بگم بیا این کارو بکن ساعتی 10 تومن یا 10 دلار بهت میدم، میگم نمیکنم. اما من گفتم 10,000 تومن یا 10,000 دلار بهت میکنم. پس رنج کار تقریبا ثابته، ولی پاداشش چون از 10 تومن میشه 10,000 تومن یا از 10 دلار میشه 10,000 دلار انجامش میدم. بنابراین موضوع خیلی راحت میشه فهمید چی است. چرا؟ برای که مغز ما فقط با یک مکانیزم کار میکنه، لذت و درد. یعنی هر چیزی رو که شما بهش بدید با لذت و درد مقایسه میکنه بعد تصمیم میگیره. اشکال کار اینه که در حال حاضر اگر باشه لذت و درد مقایسه ها واقعیه، ولی وقتی برمیگرده به فردا یا سال دیگه با یه مقدار احتمال و امکان همراهه. اینه که با وجودی که اگر الان بود تکلیف انتخاب من روشن بود، حالا که مرتبط به 10 سال دیگه مهم اینه که حالا من میخوام این احتمال رو چگونه کم یا زیاد ببینم و بر مبنای اون عمل کنم. حالا هر جور دلتون میخواد شما بحث رو ادامه بدید راجع به هر کدومش که دلتون میخواد یا هر چیز دیگری، ولی روی یه مورد بمونید که بتونیم راجبش با هم صحبت کنیم. درسته. راجب اول اینکه میخوام ببینم من چجوری یه کودکی رو آدم میتونه فراموش کنه. نه ببینید عزیز، کودکی رو ما نمیتونیم فراموش کنیم. کاری که میتونیم بکنیم این است که سم و زهر و انرژی حوادث بد کودکی رو از بین ببریم. یعنی درست مثل منی که پام شکسته نمیتونم شکستگی پامو نادیده بگیرم، ولی درستش کنم که شکستگی یا اصلا اثری نداشته باشه یا اثر کمی داشته باشه. این کار رو از نظر روانی میتونیم انجام بدیم، ولی این کار خودمون نیست که من بتونم. فراموشی نداری، چون مفهوم فراموشی
حذف یک خاطره و حافظه است که این یک به این شدنی نیست. تازه برفرض که حالا بخوایم از یه تکنیک های غیرعادی استفاده کنیم شدنی باشه، بسیار مضر و بد و غلط و خطرناکه. بنابراین من دلیل نداره کودکی رو بخوام پاک کنم. مثل که من و شما دیروز یه فیلمی دیدیم، حالا بخوایم اون فیلم رو عوضش کنیم، چه ضرورتی داره؟ برای که گذشته به یک اعتبار در گذشته. و بعدم من امروز اگر شما 30 سالتونه، شما 30 سالتون نیست، 27 سالم هستید، 22 سالم هستید، 5 سالم هستید، 5 ماه هم هستید، همه اینا تو وجود شما هست. بنابراین مهم اینه که کدامش در صحنه ظاهر میشه و نقشی رو میگیره که انجام بدید. درست میگید، شما دو تا زبون میدونید، فارسی یا انگلیسی، حالا تصمیم میگیرید فارسی حرف بزنید یا بعداً تغییرش بدید، میرید انگلیسی حرف بزنید. در اینجا شما همون آدمید ولی دو تا رو داشتید. بنابراین وقتی همی که من و شما در مقابل موضوع و مسائل قرار میگیریم، مهم اینه که آزاد باشیم که بتونیم اگر در 30 سالگی هستیم تصمیم 30 سالگی بگیریم، نه 3 سالگی برای ما تصمیم بگیریم. بنابراین اینکه من بخوام کودکی رو فراموش کنم نه شدنیه نه مفیده. علاوه اگه بتونم به درستی با گذشته برخورد کنم، حتی این جمله گذشته در گذشته رو با تمام وجودم بفهمم، بپذیرم و بر مبناش عمل کنم، گذشته هر چی بوده بوده. ما باید از گذشته بیاموزیم، ما نمیتونیم به گذشته بیاویزیم. آموختن نه آویختن. و متاسفانه روزی که من در به گذشته میاموزم یا میاویزم به خودم، زندگی متفاوت خواهد. برابر این گذشته بوده، اینکه بیارمش الان فقط امروزمو خراب میکنه. و من حتی درباره گذشته خوبم علاقه ای به تکرارش ندارم که بشینم بگم 5 سال قبل این اوضاع چقدر خوب. من فکر کنم به اندازه کافی من الان دلیل دارم که به الانم توجه کنم که خوب باشه و آینده رو درست کنم، تا اینکه برم سراغ گذشته که هیچ کارش نمیتونم بکنم. چون اگر همه علم و علمای دنیا هم جمع بشن، به دیروز من و شما که مثلا شما اون لباس رو پوشیدید، نمیتونن شما رو ببرن با یه لباس دیگه دیروز درتون بیارن. خب حالا که هیچ کاری نمیشه برش کرد، چه دلیل داره که مثلا برم سراغ اون؟ و متاسفانه بسیاری از ما دلیل گیر و گرفتاریمون این هست که به جای اینکه در حال زندگی کنیم و به آینده متوجه باشیم و از گذشته آموخته باشیم، من از گذشته باید بیاموزم، در حال زندگی کنم، متوجه آینده باشم. این وقتی شما پشت فرمونی میدونید از کجا اومدید، میدونید کجا میخواید برید، ولی الان قرار درست رانندگی کنید، ولی خودتون و دیگران رو به کشتن میدید. ولی روزی که من پشت فرمون هستم میرم سراغ گذشته که غالب اوقات غمگیر و خشمگینم از گذشته و یا نگران آینده هستم، حال رو خراب میکنم، آینده رو هم خرابتر میکنم. بنابراین اینا رو امروز میدونیم عزیز، و به همین جد است که به عنوان یه آدمی که تصمیم میگیره این غذا رو بخوره اون غذا رو نخوره، این نمک رو نریزه براش خوب نیست، من و شما باید یاد بگیریم که با خاطراتمون و گذشتمون و کمی هم با آینده میخوایم چه کنیم. ولی اگر قرار باشه صبح و غروب خشمگین و غمگین از گذشته و نگران آینده باشیم، تنها چیزی که خراب میشه و هم اکنون در اختیار من و شماست حال هست، اکنونه، و اینو داریم از دست میدیم. آقای دکتر، میخواستم بدونم توی امریکا ما دکتر یعنی شما میتونید دارویی معرفی میشه یا باید من اصلا اطلاعاتی ندارم با وجود اینجا روانشناس ایرانی میشه پیدا کرد یا میشه که جایی باشه که به سخنرانی های شما خیلی گوش میدم راجع به این که بشه بفهمیم که مغزمون آسیب دیده با دارو میشه درمانش کرد یا نه؟ چون من خیلی استراب دارم و افسردگی کم و بیش دارم و تمرکز خیلی زود فراموش میکنم همه چی، یعنی هر موضوعی رو خیلی زود فراموش میکنم، نمیدونم چرا. خب برای که ثبتش نمیکنید، مثل اینکه من با خودکاری بنویسم که توش به جای جوهر آب باشه، وقتی بنویسم بعدش چی نیست، یا خودکار به اندازه کافی فشار ندن رو کاغذ، وقتی مینویسم آخرش چی نیست. در ایران روانشناس خوب داریم، روانپزشک خوب داریم، و بعدا تستا و آزمونهایی رو میتونن بدن به تکلیف همه چیز روشن کنن. یعنی هیچ دلیل نداره آدم بیاد امریکا دستب کنید. خب من امریکا هستم آقای. بسیار خوب، حالا بریم. اگر در امریکا هستید، مهم این است که در کدام منطقه زندگی میکنید، چون مناطقی هست
یه روانشناس و روانپزشک ایرانی مثل لس آنجلس بیش از 600 نفرشون هست. 600 نفر. ولی شما میتونید به یه شهر دیگری برید، یه دونه ایرانی هم روانشناس یا روانپزشک نداشته باشید. بنابراین یک برمیگرده کجایی؟ دو، غالب اوقات دوستانی هستن که تو دون مراکزی زندگی میکنن که دوستان ایرانی نیستن، دو کار میکنن یا با سفری که میکنن حداقل برای برخی از اوقات، حالا فاصله کم یا زیاده، از فرصت های اینجا استفاده میکنن و یا برخی از اوقات از طریق تلفن و اسکایپ و از راه دور به هر حال برخی از مسائل مشکلاتشون حل میکنن. برای این مهم این است که شما کجا هستی؟ من ایالت نورت کارولاینا هم آقای دکتر. اونجا در حدی که من میدونم با تعداد ایرانی ها زیاد نباشه. شما میدونید، من خبر ندارم. من شهرهای بزرگ رو چون سفر رفتم و کنفرانس داشتم تا حدودی ازش با خبرم، ولی اون مراتق رو چون هرگزم نبودم، چون دقیقا نمیدونم شهرهای بزرگش چقدر هموطن و همزبان خوب و عزیز ما رو داره، ازش بی خبرم. ولی اگر شما نگاه کنید به روزنامه، مجله، چیزی باشه مال اون اطراف، خیلی از اوقات این دوستان روانشناس و روانپزشک اونجا تبلیغ میکنن یا برخی از اوقات به هر حال راه های دیگری هست که میشه چک کرد که ببینیم از کسانی که آشنا هستن، مدت هاست در امریکاست، بپرسیم کسی رو که فارسی زبان باشه میشناسن یا نه. بله آقای دکتر، راجع به زندگی نمیدونم با این سوال بپرسم اینا که من الان در با خانومی که ازدواج کردم از من محسنتر هستم، تقریبا یه 20 سالی فکر کنم اختلاف سن داریم. شما گفتید 30 سالتونه شما؟ بله. ایشون اول ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟ ایرانی هستن. خب شما این فاصله سنی 20 سال، ایشون 50 ساله بودن، شما چه مدلی ازدواج کردی؟ ما تقریبا 10 سال هست با هم دیگه هستیم. 10 سال پیش این کارو انجام، 10 سال پیش با هم آشنا شدیم و از همون موقع با هم بودیم و تقریبا 4 سال هست که ازدواج کردیم. یعنی دقیقاً ایشون 50 سالشونه، شما 30 سالتونه؟ بله. خب شمای باش راحت هستید، خب این شمای دیگه، این انتخاب شما و ایشون بوده. درسته، منطقه من خیلی استراب دارم آقای دکتر، همش استراب دارم، استرس دارم. نه متوجه هستم، ولی استراب و استرستون به ازدواجتون مگر مرتبطه؟ به رفتارهای خانومم مرتبط میشه. مثلا ایشون چه میکنن که موجب استراب یا استرس یا چیز دیگری در شما میشه؟ مثلا اینکه همیشه از رفتارش ترس و واهمه دارم، از طرز رفتارش، اینکه همیشه دنبال مشکل میگرده، یا اینکه اگر من با هر خانومی سلام علیک داشته باشم یا نگاهی بکنم یا کاری که نه ولی در حد صحبتم باشه، باعث یه بحث بزرگ میشه. و این مشکل رو از اول داشتیم، منتها من خودم یه پافشاری کردم که موندم. حالا شما ممکنه من بگید چرا فکر کردید یه خانمی که از شما 20 سال بزرگترم برای شما مناسبه؟ میتونم بگم من واقعا دوستش داشتم، اوائل خیلی دوستش داشتم. ایشون هم ایران زندگی میکردن، یعنی اصلا اینجوری نبود که بگم که امریکا درست میشه کارش، یا میدونستم یا خبر داشتم و قرار بود بیام اینجا. منتها اوایل من خیلی دوستش داشتم و خیلی وابسته شدم. آخه شما از راه دور یا در ایران با کجا با هم آشنا شدید؟ ما ایران آشنا شدیم. خب شما ایران که آشنا شدید در همونجا تصمیم به شما چه مدلی اومدید امریکا؟ فکر میکنم 3 سال. آه پس شما در ایران با هم آشنا شدید، در ایران ازدواج کردید، اومدید امریکا؟ بله. خانواده شما مخالفتی با این ازدواج نداشتن؟ چرا؟ خب شما مخالفت داشتن، من هم خانوادم هم خانواده ایشون مخالفت داشتن، منتها من تو شرایطی نبودم که آقای دکتر، شرایطی نداشتم که بخوام، یعنی تو حال درست حسابی نبودم، خیلی خیلی غرق مشکلات فراوانی بودم و تصمیم به جدایی گرفتم که ایشون میخواست بره امریکا، تصمیم به جدایی گرفتم و حتی رفتم محضر، ایشون رفتن امریکا و من رفتم یک طرفه طلاق بگیرم که حتی هزینه‌شو پرداخت کردم و خیلی طول کشید
طول کشید و انجام نشد تا اینکه ایشون برگشتن و وقتی برگشتن یه وقتی همدیگر رو دیدیم دوباره شروع به صحبت کردیم و من گفتم که این چه مشکلاتی داشتم و چه نداشتم و ایشون هم دیگه به همدیگه دوباره باز برگشتیم و من گفتم که حتی از طریق ازدواج من گفت که تو اگه میخوای من بیارمت امریکا زندگی کنیم با هم، گفتم من میدونم که اگه ازدواج کنیم ما نمیتونیم تا ابد با هم باشیم، من نمیگم با تو یک سال میمونم یا دو سال میمونم ولی مطمئنم فکر نمی کنم مدت زیادی طول بکشه، ولی ایشون هم قبول کردن و اونجوری وجدان شما بودن. چرا فکر میکردید که نمیتونید مدت طولانی با ایشون بمونید؟ به خاطر اختلاف سنیمون آیده پیر یعنی میدونستم اون نیاز داشت، محتاجش، محتاج محبتش بودم چون اون موقع به هیچ کسی نمیتونستم نگاه کنم، یعنی به مشکلات بزرگی داشتم. حالا بنابراین ایشون اومده نقش نجات دهنده و مادر رو برای شما ایفا کرده. درسته، منتها الان یه شرایطی هستم که ایشون خیلی خیلی برعکس، من فکر میکردم وقتی بیام اینجا همه چی بهتر میشه چون این شکاکی ها رو تو ایران هم داشتیم، منتها اینجا که اومدیم بدتر شد که ما دو کلم با هم حرف میزنه میگه اینجا ایران نیست، اینجا امریکاست، هر کسی با یه سلام علیک میره باد میخوابه. میگم من که مشخص کارم، حتی مشخص کتابی میخونم، اصلا ربطی نداره این حرفی که میزنیم، اون تا دیگه همیشه این بحث و مشکلات هست. حالا آخه این چند دازه اختلاف، اولا حرفی که ایشون میزنه که درست نیست، دوم چقدر اختلافتون بالا میگیره. خب حالا اگر چنینه شما هنوز فکر میکنید ادامه این ازدواج، نه که من نظری دارم، کار درستیه یا غلطیه؟ کار درست و غلط میمونه به بستگی به این داره که مطمئنن که نبودش یا جدایی شاید راحت باشه، منتها من نمیخوام ناجوانمردی کنم در حق اینشون، نمیخوام نامردی کنم یا اینکه نمیخوام روسیاشون کنم پیش خانواده. خب ایشون هم رفتارشون رو عوض کنن و من گفتم من نمیخوام این کارو بکنم که چون هر کسی از فامیل بیاد بگه تو رو برای از تو سوء استفاده کرد فقط، و اینجا من خود سخت کار کردم، زندگی رو ساختیم با هم دیگه، مشکلات هست ولی باز خیلی پیش رفتیم و زندگی رو ساختیم و در حال حاضر زندگی میکنه، منتها میگم آدم گاهی وقتا میگه آبرویی کسی رو نبرم بگم عشق واقعی بی، چون همینجوری که خانواده من مخالف بودند، منتها من تو خانوادم چون از بچگی های دکتر تنها، یعنی از سن 5 سالگی پدر و مادرم چون جدا شدن زیر دست نامادری بزرگ شدم، خیلی اذیت شدم، حتی تو اوایل مدرسه من کلاس پنجم اینا از خونه هم حتی فرار کردم، یعنی در این حد زجر و عذاب دیدم، منتها از یه سنی دیگه رفتم پایتخت که ایران، همونجا خودم رو پای خودم وایستادم و خیلی مشکلات داشتم تا اینکه مثلا حالا بماند از وقتی با ایشون ازدواج کردم و آشنا شدم مشکلات بیشتری داشتم، چون همیشه باید بهش ثابت میکردم که من با تو هستم، با بهت خیانت نمی کنم، با کسی نیستم و همیشه این رو سعی کردم درست کنم، این به هم خیلی استرس و نه اون حرفتون درسته، چون ببینید اصلی که در جهان وجود داره اصل براءته، اصل براءت اینه که هیچ کس گناهکار نیست مگر خلافش ثابت شه. امروز در امریکا یا بیشتر کشورهای جهان شما باید ثابت کنین اون گناهکاره، آدم ها که میتونن بیان ثابت کنن من بیگناه هم، آدم که نمیتونه ثابت کنه کار بدی نکرده، شما باید ثابت کنین کار بدی کرده. خب حالا به همین جهت است که از ایشون بخواید که با هم برید دکتر، با یک کسی صحبت کنید که ایشون دست از این کار بردارن، چون متاسفانه اینکه یک کسی همیشه کسی رو متهم کنه یا مواظبش باشه خودش بزرگترین عامل در حقیقت تحریک یه آدم دیگه برای خلافه. به همین جهت که حتی از نظر علمی گفته میشه که اتهام به یک چیزی اجازه و در حقیقت صدور پروانه برای انجام اون کار، بهش میگم در حقیقت accusation is permit or permission for that
whatever is یا هر چی که هست. بنابراین اون کار درستی نیست. بله البته متاسفانه یه واقعیت هم در این کار هست. همیشه آدمایی که سنشون بالاست نگران همسری که فاصله سنش زیاده هستن. یعنی فرضشون بر اینه که به هر حال من به دلیل سن بالام اون حالا که غالب اوقات هم نظر درستی نیست، اون جذابیت رو یا اون میل و کشش رو ممکن نسبت به این آدم در مقام مقایسه یا اون آدم نسبت من در مقام مقایسه با دیگران نداشته باشم. بنابراین احساس عدم امنیت ایشون رو هم میشه فهمید. به همینجاست که بسیاری از اوقات آدم ها با یه چنین ازدواجهایی با فاصله زیاد همیشه در معرض این نگرانی هستن. ولی به گونه‌ای که شما میگید ایشون به هر حال یه شخصیت شاید شکاک و مشکوکی یا شکاک و وسواسی یا شکاک و همراه با سوء ظنی داشته باشن، نمیدونم. به هر حال اگر یه مطلبی است که ازش میشه گذشت، ایشون هم یه حرفی میزنه، شما رها کنید، علاوه شما میتونید ذره رعایت کنید. ولی اینکه ایشون بخواد هر نوع گفتگویی یا هر نوع رابطه یا ارتباطی رو بلافاصله تبدیلش کنه به رابطه میان شما و اون آدم و جنسی و اینا، به هر حال بسیار مسئله مشکل و آزاردهنده ای خواهد. آیا من بذارید شما رو درست فهمیدم، ایشون شما رو آوردن به امریکا، یعنی ایشون گرین کارت داشتن، سیتیزن امریکا بودن، چه جوری شد؟ گرین کارت امریکا رو داشتن، برای من اقدام کرد. برای نمیدونم آیا ایشون از زندگی با شما خوشحال و راضی هست؟ ایشون که راضی هم، خیلی هم خوشحال هم. منتها من میدونم، من خودم، شخص خودم به من اینو میگم، ولی من شخص خودم همیشه سعی میگم که تو باید خوشحال باشی، تو چرا خوشحال نیستی، همیشه سعی کن خوشحال باشی. و این ناراحتی و اضطرابش میدونم واسه آینده هست. آینده مطمئن و سیفی نداره، میترسه از اینکه من نباشم، چون من یکم بحث میشه با هم، یعنی آدمی نیستم یکی به دو کنم. اونم یه آدم خیلی مغروری هست که در یه آن واحد ممکنه بگه همه چی تموم، تمومش کن. بعد به منم میگه برگرد، مثلا برگرد برو ایران. منم بهش میگم، مثلا میگم خب من چرا برم ایران؟ حالا شما که اگر قرار با هم نباشید، به هر حال هر کدومتون حق دارید هر جا میخواید باشید دیگه. برای شما اینکه نمیتونید با هم توافق کنید سر اینکه با هم چه کنید، برای آینده ای کسی که ازش جدا شدید که میتونید تصمیم بگیرید که برو یا نرو. به هر حال حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟ ای به صورت یه سوال باشه. به صورت یه سوال بیشتر واجب خودمه که میخوام بدونم که شما دکتر احتیاج دارید عزیز. شما حالتون خوب نیست، یعنی حرفایی که میزنید نشون دهنده اینه که استراب دارید، استرس دارید، افسردگی دارید، یه خشم فروخورده کوبنده دارید که اگه بیاد بالا کار دستتون میده. به هر حالتون خوب نیست. چند روزه نتیجه حالات خودتونه یا به قول خودتون که درستم میگید کودکیتونه، چه مقدار برمیگرده به روابط کنونیتون. ولی حالا ازتون یه سوالی دارم، آیا برای شما امریکا جای خوبیه؟ برای من آره. اوکی، بسیار. اگر هست که دیگه اون بحث رو هم با هم نداره. در حال من مشکلی با اینجا مهم برام اینه که بتونم خودم رو ترمیم کنم، یعنی میدونم خیلی مشکل دارم. بنابراین عزیز من وقتی که متوجه شدم مشکل و مسئله دارم، راه درستش دو چیزه: یکی سطح آگاهی و داناییم رو بالا ببرم، بیشتر بخونم، بدونم، بشنوم هر چی، و دومی که برم دکتر کمک بگیرم. هر دوتا رو احتیاج داریم. بنابراین شما هم خودتون رو باید آگاه تر و داناتر کنید، هم برید سراغ یه آدمی که تو این زمینه آگاهی و دانایی داره، میتونه کمکتون کنه. به هر حال امیدوارم که ایام بهتری داشته باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.